درود بر شما، درود بر کشور ایران و فرهنگ روزانفر و دهشمند ایران. ما در برنامه پیشین درباره ایرانیان کافکاز گفتگو کردیم و در اون موقع شما برای ما نکات بسیار با ارزش رو گفتید که من حتما از همیهنانی که این برنامه رو اکنون میبینن خواهش می‌کنم به بخش نخست این برنامه، یعنی بخش نخست این جستار ایرانیان کافکاز مراجعه کنن، اول اون رو ببینن چون این ادامه اون گفتگوست. میخوام ببینیم که چرا ما اینقدر درباره کافکاز میخوام گفتگو کنیم و به خصوص ما وقتی داریم درباره احیا یا زنده کردن فرهنگ ایران شهر بزرگ گفتگو میکنیم و میگیم که یک قسمت بسیار بسیار مهم ایران شهر کافکازه، چه انگیزه ای هست که ما دربارش بیشتر باید بدونیم و شما بیشتر در این باره تاکید دارید؟ مانند همیشه من هرگاه گفتگو کردم، فراز دلنگیزی گوهری از گوهران اوستا را آرایه گفتگوی خودم کرد. اوستا میگوید که اگر یعنی خوبرنو یزمه ایده. این خوبرنو خوار همون واژه‌ای است که در اروپا میبینید که سول بهش میگن، همون واژه است. در کافکاز با همین ریخته خور بر جای منده. ایریانم خبرنو درخشندگی، بالندگی، شکوهمندی و فر ایران هست. در پهلوی خبرنو خور فر هست. ایریانم خبرنو یزمیده به پهلوی می شود فر ایران را می ستاند. اوستا دو فر می شناسه. یکی فر شاهنشاهی ایران، کوینیوم خبرنو، واژه کوین از همین واژه است. یکی ایریانم خبرنو. به هر دو فر ایران درود باد. درباره کافکاز که گفتگو میکنیم، خب پافشاری من هست درباره کافکاز گفتگو کنم. همین واژه فر در زبان ایرانی تا اونجا که من میدونم در زادگاه من اردبیل هر چیز خوب را دارای فر میدانن، فرزند فر، فردار، میوه فردار، هر چیز خوب باشه فر میگن. من در جای دیگه نمیبینم که این واژه در ایران به کار بره. در کافکاز که من این همه ازش میخوام گفته باشه، در کشور ایرستون یا اوستیا واژه فر به کار میره، بسیار روزانه به کار میره. تازگی ها هم یک نسک بسیار پربرگی، یک نسک بسیار پر نزدیک 400 برگ درباره فر ایران چاپ کردن. انچه کنید، پاره ای از کافکاز در ایران کسی چنین نوشته ای ننوشته. پاره ای از کافکاز به نام ایرون یا آلان یا اوستیا نسکی چاپ کرده است، کسی کشور چاپ نکرده، کسی نشسته است و نسکی به نام فر ایران چاپ کرده است و به زبان ایرانی هم چاپ کرده است. این که میگم به زبان ایرانی، نه این زبانی که در اصفهان و تهران و کرمان و آذربایجان گفتگو میشه، یکی از زبانهای ایرانی، زبان ایرانی باستان هست، زبان دوران کهن، کهن‌تر از اوستا، زنده ترین زبان ایرانی و آریایی و زبان جرمنی که گفتگو میشه در جهان همین زبان است که در کافکاز و در اوستیا یا آلانیا یا ایرون یا ایرستون گفتگو میشه. برای این هست که من دوست دارم از کافکاز گفتگو کنم. هر کجا زبان ایران هست، هر کجا مردم ایرانی هستن، هر کجا فر ایران ستوده میشه، برایش نوشته میشه، هر کجا سرزمینی را بگن که انوشت سرای ایرستون، سرود مردمی اوستیا یا ایرون یا ایرستون سرای نوشروانی است، سرودشون این سرود میگه سرای نوشروانی من، انوشتا سرای ما ایرستون، ایرستان من سرای نوشروانی من. این سرزمین ایرانیه، درسته در ساختار سیاسی کشور کنونی ایران نیست، اما از دیدگاه فرهنگی زبانی از بسیاری دیدگاه ها مردم شناسی تاریخی ایرانی هست. گفتگوی من درباره اصفهان، درباره کرمان و بلوچستان و نمیدونم سراوان و اهواز و تبریز و اردبیل
گفتگو درباره ایران هست، همچنان که درباره ایرستون یا الانیا هست، همچنان که گفتگو اگر بکنم از ارمنستان درباره ایران گفتگو میکنم، برای اینکه در اونجا زبان ایرانی هست، برای اینکه نام ارمنستان ایرانی است، برای اینکه زبان ارمنستان ایرانی است. اگر بخواهیم همین زبان کنونی ایران را بررسی بکنیم، بارها گفتم نیازمند بسیار بسیار استوار هست، نیازمندی بسیار استوار هست که زبان ایرونی کافکاز، همین زبانی که در اوستیا گفته میشه، اون بررسی بشه. یک چیز کوچیک میگم، اگر شما بخواید زبانی که در شاهنامه هست، نامهایی که در شاهنامه هست را بررسی بکنید، بی پروا میگم هیچ کس پروانه این را نخواهد داشت واژگان و زبان اوستا را ببخشید شاهنامه را بررسی بکنه، لغزش خواهد کرد، مگر اینکه زبان ایرونی اوستیا یا زبان ایرستون یا زبان الانیا را بدونه. یک نمونه میگم که پژوهندگان شاهنامه نمیدانن این را. به گشادگی میگم، با توانمندی و دلیری میگم که نمیدانید شما این زبان را، برای همین در لغزش هستید. اگر بدانید آنگاه میدانید که سرمت یعنی چه. سرم فرزند فریدون هست. آوته در زبان کنونی ایرون که در اوستیای کافکاس هست جمع هست، افزا هست. سرمت میشود افزای سرمیان. اگر بخواهید افزا کنید باید سرمتیان بگید. سرمتیان غلط است. چرا؟ چون دوتا افزا کردید، یکی با آ و نون، یکی با تای ایرونی. ایرونی اگر بخواد در کافکاس خودش را بشناسه میگه من، نمیگه ایرون چون با آ و نه پهلوی افزا نمیکنه، ایرت میگه. ایرانیان را باید بگه ایرتا و سرم را باید بگه سرمتا. کسانی که از خاندان سرم هستن میگوید که سرمتا. این لغزش در زبان اروپا هم هست. نقشه های میانی اروپا را، سده میانی اروپا را نگاه کنید، سراسر می نویسه سرمتیان و گاه می نویسن سرمتیان. این هم غلطه، برای که سرمتیان را هم به پهلوی افزا می کنه در زبان انگلیسی هم به ایرونی. این است که میگویم که جان ایران در کافکاس هست. این است که میگویم اگر شما بخواهید شاهنامه را بررسی کنید، ناچارید زبان ایرونی کافکاس را بدانید، اگر نه نمی فهمید سرمت یعنی چه. برای اینه که من پافشاری میکنم که درباره ایرون یا کافکاس گفتگو بکنیم. برای این است پافشاری من، برای این است که یک رودخانه ای هست، بار پیش گفتم 1500 کیلومتر این رودخانه درازاشه، از چالدران که نامیست ایرانی چشمه میگیرد، به دریای کاسپیان میریزد، از سه کشور میگذرد. نام بلند آوازه این رودخانه به نام شاهنشاه بزرگ ایرانی کوروش بزرگ است. این شناسنامه ایرانی کافکازه، شناسنامه ایرانی کشور ساختگی ایرانی نام ترکیه است. این رودخانه در گرجستان همین نام را داره. نامش یه کمی دیگر میگن، در گرجستان زبان گرجی زبان کافکازی است، زبان ایرانی نیست. متکواری میگن، متکواری یعنی این نام در زبان گرجی، نام رودخانه کور در کوچک شده نام کوروش هست، نام رودخانه کور در بادکوبه که از شهر نفتچاله میگذره به کاسپیان میریزه، همون کور هست، دگرگون هست، چون بادکوبه کشور نیست، ساختگیه، همه چیش ایرانیه، همه چیش دروغ هست، هرچی میگن. از این سو خودشون رو ترک مینامن، در جایی که رودخانهشون به نام کوروش شاهنشاهه، شهرشون به نام ایرانه. اما در گرجستان همچنان مونده متکواری. در شهر کارس که از شهرهای دست دفره ایران در کشور دروغین و ساختگی ترکیه هست، به همون نام کور نامیده میشه، یعنی در ترکیه با نام کور نامیده میشه. و در یونانی، زبان یونانی، گواهی من برای اینکه بگم این رودخانه همیشه ایرانی بوده، در زبان کهن یونانی و در نوشته های یونانی این رودخانه، رودخانه سایروس هست، چون که کوروش بزرگ شاهنشاه همایونی ایران را یونانیان به نام سایروس شناختند.
از اینجا من میتوانم بگم که متخواری که در زبان گرجی به نام برای رودخانه کور به کار میبرند همچنان نام کوروش را دارد، در ترکیه با نام کور هست و در کشور ساختگی و دروغین بادکوبه که به نام اران نام درستش هست هم به همون نام نامیده میشه. رودخانه دیگری در استان پارس هست، در ایران کنونی با نام کور نام میده میشه، اما بسیار کوچک است اون نام. اون کوچک رودخانه کوچک است، اما در اونجا اون رودخانه نافتاک است، رودخانه بزرگ و در خور نام بلند آوازه کوروش بزرگ است. به پیش پافشاری من برای گفتگو از کافکاز این است که ایران یک کشور نمیدونم ساختگی و نمیدونم دیروز پدید آمده نیست. ایران جان جهان است. ایرانیان در همه جای جهان زندگی کردند و میکنند. اگر بخواهید درباره ایران و فرهنگ ایران گفتگو کنید باید کشور نظامی، کافکاز کشوری است که نظامی از آنجا آمده. همه عالم تن است، ایران دل. نیست گویند از این قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد. دل ز تن به بود یقین باشد. این مرد گنجه ایست، از گنجه برخواسته است، ایرانی است. من نمیتوانم او را به فراموشی بسپارم و از او یاد نکنم. هرگاه نام ایران میآید شهر گنجه یادآوری می شود. در شهر گنجه ما شهر مسجد داریم به نام شاه عباس، مسجد بسیار بزرگ و درخشان این پادشاه ایرانی که زاده شهر هرات هست و این مرد گرجی گفتگو می کرده است. شاه عباس به زبان گرجی گفتگو میکرد. میدانید شما همیشه میبینم از رواداری گفتگو میکنی؟ نام گرجستان را آوردم. ما زبان گرجی را نابود نکردیم. ما پادشاه همون اومد به زبان اونا گفتگو کرد. ما میتوانستیم گرجستان را با 2-3 میلیون آدم چندین سده از صفر تاریخ تا سده 19 هم در دست ما بود زبان شده یرگونیم. اما همین پادشاه شاه عباس ما زنان گرجی، زن گرجی داشت و گرجی گفتگو میکرد، نرفت زبان اونا را نابود کنه، به زبان اونا گفتگو کرد. برای همین هم است که در گنجه که مسلمان بوده مسجد ساخته، اونگاه در تفلیس که نام ایرانی داره، تفلیس با تبریز یک نامه، تفل میشود گرما، یک نام است. تفلیس نام ایرانی است و شهر ایرانی. در اونجا هم مسجد ساخته بود هم کلیسا، روبروی هم دیگه، روی کلیسا نوشته بود پادشاهان ترسایی پس از من مسلمانان را میازارند. روی مسجد هم نوشته بود پادشاهای مسلمان پس از من ترسایان را میازارند. کمونیستای جنایتکار اون مسجد را ویران کردن، اما کلیسا هست. گفتگو را کمی پیچاندم، اما در همین کافکاز که من ازش گفتگو میکنم کلیسایی هست. اکنون گفتم نام شاه عباس من در کافکاز روی مسجد هست در شهر گنجه، اما در روی کلیسا چهره شاه عباس هست. تنها جایی که در جهان چهره شاهنشاه شاه عباس بزرگ مانده که در ایران هم نمانده در ارمنستان است. در روی کلیسای اوچمیازنی چهره درخشان شاه عباس روی سنگ کنده شده است و همچنان است. این است که گفتگو از کافکاز سزاوار است. در کافکاز آتشکده‌ای هست روشن، آتشکده چهارتاقی از گاز همچنان روشنه، 2500 سال دست کم هست روشنه. هیچ آتشکده‌ای نیست که آتش ساسانی در آنجا روشن باشه، اما این آتشکده در آتشگاه، نامش آتشگاهه، در از در که میری درون سواستیکا روی درش داره. هیچ آتشکده‌ای در جهان نیست که روی درش سر درش سواستیکا داشته باشه. آتشکده امروز نامش هم ایرانی، نامش آتشگاهه و در بادکوبه است. روشنه، از گاز روشن است. هیچ جایی در جهان چنین ما دژ آناهیتا داریم در بادکوبه، هیچ دژ استوار و بزرگی نداریم که ساسانی باشه و اندازه دژ آناهیتا یا دژ دختر در بادکوبه هست داشته باشیم. اینها چیزهایی است که منو وادار میکنه که از کافکاز گفتگو کنم. خاقانی از کافکاز برخواسته، خندند بر آن دیده که اینجا نشود گریان. این جان دلباخته و جان سپار ایران هست. این از کافکاز، از شروان ناگفته نذارم. شروانیان کنونی که با من پیوند دارن و نمیخواهند در ساختار بادکوبه باشن و زبان ایرانی در اونجا زنده است، میگویند که شروان از نام شاهنشاه نوشروان پدید آمده است.
در سرود همگانی خودشون هم که امروز اون سرودشون پخش میشه و هست، میگوین که از اونجا از نام شاهنشاه انوشروان برخواست است. خاقانی از شروان میرود و به گفته خودش یک شب مهمان جغدهای کاخ کتسفون میشود و در آنجا گریه میکند و میگوید که تیگرس یا دجله هم گریه میکنه. ما دلدادگان ایرانی چنین داریم از کافکاس. خیلی با ارزش و درست میفرمایید. دقیقا موقعی که ما داریم صحبت میکنیم از بازیابی فرهنگ ایران و از آشنا شدن مردم کنونی ایران با آنچه که در گذشته ایران بوده، اصلا امکان ناپذیره که ما درباره ایران صحبت کنیم و درباره کافکاس با جزئیات، با ریز و کوچکترین مسائلش گفتگو نکنیم و اینها رو معرفی به مردم نکنیم. بنابراین خیلی برای ایرانیان مهم هست که این نکاتی که در این برنامه ها گفتگو میشه رو به عنوان کلاس های درسی، کلاس آموزش ایران شهری قلمداد کنن و اینها رو دونه دونه حتی از روش نوت بردارید، اگه میتونید سیدی تهیه کنید به سایرین برسونید. حالا من میخوام در اینجا از آقای دکتر بپرسم که کلا ما چه عناصری در ساختمان سازی یا میتونیم بگیم در معماری شاید حتی بشه نام ببریم در کافکاس که بی نهایت اهمیت داره و رد پای در تن معماری ایرانی رو در اونجا میبینیم؟ خب این گفتگو بسیار گفتگوی خوش و خوبی است، برای من هم بسیار شیرین هست و کشش داره. می توانیم یک جستار را بگذاریم درباره ساختمان‌های ایرانی، شهرهای ایرانی در کافکاس گفتگو بکنیم. از شاه عباس گفتگو کردم. کاروانسراهای بسیاری هست، اگرم روسان ویران کردن، نام کاروانسرا هنوز در گرجستان، ارمنستان و بادکوبه و داهستان هست. این بخشی از پرسش شما میتواند باشد. این ساختمان ها در اونجا بسیار زیاد. یکی از ساختمان هایی که برای من بسیار شورانگیز بود و بسیار بسیار دلانگیز بود دیدنش، ساختمان گرامی و سپنتای مهرکده یا میتراکده گارنی در ایروان هست و بود. این میتراکده یا نیاشگاه مهری تنها میتراکده بر جای مانده روی زمین در جهان هست که ریخت ویژه‌ای داره. با میتراکده های دیگه ریخت ویژه‌ای داره. تیر داد پادشاه اشکانی ایشان کسانی را، سازندگانی را از روم خواست که این میتراکده را بسازند. تندیس همین پادشاه اشکانی تیرداد در کاخ ورسای بود، در روم ساخته شد. ببینید گرامی بوده چه اندازه ای که ایشان چون به روم رفت، تندیس او را در روم ساختند از سنگ. این تندیس رفت در ورسای بود، گمان کنم اکنون از ورسای برده شده است، در موزه لوور گذاشته شده است. ایشان سازنده میتراکده گارنی هست و در اون هنگامی که در هنگام اشکانیان که ارمنستان، در ارمنستان ساخته شد، ارمنیان مهری بودند و بخشی به آیین گرامی مزدیسنی میزیستن. ساختمان گارنی به این ریخت است. این از چوب ساخته شده، من این رو از ایروان با خودم به یادگار آوردم، به این ریخت است. میبینید که این ریخت بالاییش رو نگاه میکنید که سه گوش هست. این سه گوش بالایی بسیار ارزش داره. در اروپا و آمریکا این ساختمان رو میبینید. این چشم میانی، چشم میترا یا چشم مهر هست و این سه گوشش 3, 6, 360 یا 365 بر جای مونده سه شماره ای از سال هست، سال 365 روز یا 360 روز که همیشه چشم مهر میتابه، خور میتابه. این سه گوش این را نشان میده و پایه هایی که در پایینش هست اون را در بالا
نگه می‌داره. در اروپا و آمریکا ساختمان‌ها بسیار به این ریخت است. این ساختمان، هر ساختمان را به این ریخت می‌بینید، ساختمانی مهرآیینی است و ساختمانی روی برداری شده از میتراکده است. این تنها چیزی است که در تنها ساختمان میتراکده است که به این ریخت است و این در کافکاس است. دلبستگی من برای گفتگو از کافکاس اینجور چیز هاست که کافکاس یک ویژگی بسیار زیادی در همه زمین ها، همچنان که پرسیدید، در ساختمان، در فرهنگ، در زبان شناسی، در مردم شناسی، دیرینه شناسی، گذشته ایران را کافکاس می پوشونه و پاسخ پرسش های ایران شناسی را در کافکاس پیدا می‌کنه. خیلی خیلی این مبحثی که شما گفتید جالب بود. من از همیهنانی که احتمالاً در شبکه‌های اجتماعی یک پرتوری هست از یک تابلوی در ایران عکس گرفتن و اینو میچرخونن در ایران، به دست خیلی ها رسته، خیلی ها دیدن، به نام امامزاده گارنیک. من همواره برام این پرسش بود که، یعنی اینم برای خیلی از همیهنان احتمالاً پرسش بود که چرا همچین نام غیر آشنایی که حتی به نظر نام ارمنی میاد، چرا باید روی یک امامزاده باشه؟ و این نشون میده که احتمالاً اون جایی که الان، من نمیدونم در کجای ایرانه، ولی اون جایی که این امامزاده گارنیک احتمالاً هست، احتمالاً همون یکی از نیایشگاه مهری یا یکی از مهرکده ها، میتراکده ها بوده و نام گارنی هم داشته که به امروز پس از اسلام احتمالاً برای که این ساختمان رو از بین نبرن و یک جنبه تقدسی درش حفظ بشه و بمونه، تا امروز اینا به نام امامزاده نامیدن و همین امروز هم تابلوش هست. و کسانی که احتمالاً این رو میدونن، خواهش میکنم به من تماس بگیرن و بگن که این در کجای ایران هست و یک تصویر از این چیزی که به نام این امامزاده باقی مونده برای ما بفرستن. بعد نیست که در برنامه‌های بعدی نشون بدیم. حالا آقای دکتر، من از شما میخوام که بپرسم درباره تیره یا قوم سرمت برامون گفتگو کنید. ما میدونیم که سرمت یک قوم بوده، سرمت که بهش سرمتیان یا سرمتی ها هم میگوین و جمع میبندن. راجع به این یکم برامون گفتگو کنید و ببینیم که اینها در کجا بودن و حرکتشون، مسیر حرکتشون و رد پاشون در کجاهای جهان باقی مونده. میگم هر پرسشی که شما در این زمینه میکنید بسیار دلکشه. این پرسش هم بسیار دلکش است. بخری نادانی بسیار زیاده. برخی گمان میکنن از نادانی و لغزش، گمان میکنن که بخش بزرگی از شاهنامه، همچنان که میدانی، دوران پهلوانی هست و دوران سکان هست. سکی نژاد ایرانی، نژاد سکسون هست، نژاد سکسون. سون به زبان ایرانی همین امروز این زبان هست. سون می شود فرزند. در اردبیل من که ایرانی هستم، فرزند را سون می گویند، بی فرزند را سونسوز می گویند، کسی که فرزند نداره. پایانه را هم سون می گویند. در ترکیه که کشور ساختگی است و زبانش از زبان ایران هست، پایانه هر چیز را می گویند سون. فیلم که پایان می نویسند، می نویسند سون. این پایانه است. در اروپا این واژه است. ابراهامسون، گوستافسون، جکسون، این واژه هستش. سون می شود فرزند و نام ایندوجرمن، واژه ایندوجرمنی که است و واژه ایرانی سکسون. تیره ای از سکه که رستم، سپهبد درخشان و نام‌آور ایران، ایشان سکزی هست، این رستم سکه‌ای، ایشان سکسون هست و سکه‌ای هست. بخش بزرگی از شاهنامه ویژه سکان هست، به 90% ویژه سکان هست. در اونجا پادشاهان سکایی، یکی استراتیون، ترا میشه سه، ایتون میشود اینگونه که در پهلوی فریدون شده است. استراتیون دارای فرزند هست، یکی از فرزندانش سرم هست. اگر کسی این زبان را نداند، من پیش از اینم گفتم، همچنان در خواب خواهد بود و خواهد گفت این دوران نمیدونم هیستوری رو کردن اساطیر و برای خودشون داستان درست کردن، با ته دسته دارم می نویسن میگن این دوران اساطیر. از این شرم هست. واژه هیستوری شما چرا اساطیر می کنید؟ اونگاه یعنی چی اینا؟ خب این که امروز هست، زبان سرمت امروز هست، تیره سرمت هم امروز زنده هست. خب عت و زبان شما نیست، زبان ایرانی، زبان پهلوی نیست. در پهلوی ما با آب و نون افسان می کنیم. در زبان سرمت، در زبان سرمت با آوته افزا می کنیم. این تیره، تیره جنگی ایرانه.
تیره پهلوان ایرانه، تیره دلاور ایرانه. شما کسانی را که به نام کشوادگان، گودرزیان، توس، فرامرز، بارمن، اینا همه کافکازیان، اینا همه سکه هستن. برای همین هم است که از این تیره دلاور سرمد اروپا پوشیده شده. اروپا در سده های میانی نقشه‌اش را نگاه میکنید، آسان است امروز اینترنت بنویس سرمد، یا نقشه ها جلوتون میآید، در اونجا اروپا همش نشان میده که سرمد است. در اونجا مردم سرمد در اونجا مینشینند. در اروپا هر کجا راه بروید، این که من میگم که در اروپا پخش شده، در هر کجا راه بروید میبینید که زبان ایرانی در اونجا است. زبان ایرانی رو تهرانی ها نبردن اونجا، کرمانی و یزدی نبردن اونجا، سرمد برده اونجا، ایرونیان و اوستیان بردن، این تیره اونجا بوده. من یکی دو سال پیش در کشور مجارستان یا مجارستان شما میگید راه میرفتم، میپرسیدم این پول به زبان شما چیه؟ میگفتن سید. خب من چون زبان ایرون میدونم من میخندیدم، میگفتم خب این واژه شما انصاف سید به زبان کنونی ایرون که در ایرستون امروز گفتگو میشه میشه پول. میدیدم نوشته روی دیوار نوشته افشگیفت، میپرسیدم این چیه؟ میگفتن یعنی نقره. میگفتم خب این زبان شما نیست، این واژه مال شما نیست، این ایرونیان آوردن اینجا. در شهر نگاه میکردم دیدم که تندیس یک مرد پهلوان این هست که مانند پهلوانان ایرانی است، زیر نام او نوشته است آرپات. خب آر که میشود نژاد ایرانی، پات میشود مانند آتورپاتکان، نگهبان آریایی. خب این دلاور بزرگ و پهلوان نامدار مجارستان هست. خب این ایرانیه، از نامش میبینم واژگان ایران. شهرهای بزرگی در مجارستان، شما مجارستان مینامه، در مهیارستان یا هانگری هستش، نام یزد داره، یاس میگن بهش، یاسپرنی. شهر یزد موزه‌ای هست در اونجا، نگید که زرتشت توده همه را ایرانی، موزه در اونجا هست، بروید در موزهش نگاه کنید. میگه که در اون موزه میگه که ایرانیان سرمدی، همین که شما گفتید، از سده هفتم به این سو آمدن و در اینجا نشستن. از پای بسیار تنومندی را که به نام اسب هانگری یا مجار شما میشناسید، ایرانیان به اونجا بردن. خود اون در اون موزه همین امروز ایرانیان یزدی یا اوستی یا یاسی می نشینن، خودشون میگن که ما اینجا را برپا کردیم، شهرسازی اینجا، کشاورزی اینجا، همه چیز به دست ما هست. من خب فرطورها زیاد دارم از همون موزه، می توانم نشان بدم، اما در شهر یاس من رفتم این شهر دیدم. همین نام شهر یاس که در دل اروپا که در هانگری هست با نام شهر یزد یکیه، برای اینکه یزدیان همون مردمانی هستن که از سرمدیانی هستن که اومدن در اونجا نشستن. در اونجا رودخانه دانوب هست، من دست به اون رودخانه دانوب میزدم در بوداپشت که نام ایرانی، میگفتم که این آب کشور شاهنشاهی ایران است، یادگار ایران است، نامش دانوب هست. به زبان شما هیچ کمی ندارد، برای اینکه دون به زبان ما می شود آب. امروز دون در زبان ایران در کافکاز دون آب هست و رودخانه های ما همه در کافکاز نام دون. برای نمونه لاکا دون، برای نمونه یکی از رودخانه ها آر دون می شود آب سپید، در اونجا این رودخانه هست. اما در زبان هانگری یا مجارستان هیچ دون واژه چم ندارد و دانوب چم ندارد. این مال من است، این فرهنگ ایران است. یعنی رودخانه‌ای که در اروپا هست و در چندین کشور اروپایی روان هست، نام ایران ده. چون که سرمدیان رفتن در اونجا نشستن، منم می‌بینی سرمدیان به غلط میگم، باید به ایرونی بگم سرمتا، سرمتا رفتن در اونجا نشستن، این نام را با خودشون به اونجا بردن. این یک آیین درست جهانی و زبانی است. اگر جایی شما نامی را ببینید که از جای دیگری هست، فرهنگ و زبان دیگری هست، میبایست اون مردم در اونجا باشن که اون نام را به اونجا داده باشن. این است که ما یاوه نمیگوییم، ما بی بنیاد سخن نمیگوییم، در اونجا بودند. اگر کشور پادشاهی، اگر برای نمونه بازم از شاه عباس، اگر شاه عباس پولش در کافکاز نمود، امروز در ایرستون به پول میگن عباسی، امروز در کافکاز به پول میگن زن من، همسر من ایرونیه، به پول هنوزم میگه عباسی.
به تاب میگه عباسی، چون که اون تاب را گویا نخستین بار شاه عباس درست کرده بوده در میدان نقش جهان، به تاب میگه عباسی. بچه ها ایران هم میگه. خب اگر پول ایرانی در کافکاز با نام عباسی شناخته نمیشد که نامش نمیماند، که دانوب هم همونجوریه. از این تیره ایرستون، ایرستونی یا ایرونی یا الانی، چون ره ها له میشه در زبان شناسی، ایران میشه الان، به آسانی میشه. این است که از این تیره به نیمروز فرانسه رفتن. امروز در نیمروز فرانسه، پایین فرانسه، تیره ایرانی زندگی میکنه. نامشون هست اوکستان. ابزارهای آرایشی درست میکنه فرانسه به نام اوکستان. نامیست در جهان. اوکستان. هنوز نامیست و به نام اوکستان هستش. در اونجا کلیسایی هست، من فرتورش رو دارم اما خوب بهتون نمیدارم، نشان میدهد که در سده هفتم تا یازدهم نوشته است آمدن الانها به پایین فرانسه، به پایین فرانسه. همچنان تیره سرمت یک شاخه ای از تیره سرمت با گوتا آمیخته است. گوتا در اروپا زیادن و یک شیوه ساختمانسازی هست به نام گوتیک، که یک شیوه ساختمانسازی ایرانی است. من باز دوباره میگویم شیوه گوتیک در اروپا شیوه ساختمانسازی ایرانی است. دربارش میتوانیم گفته بکنیم. کلیساهایی که شما میبینید به شیوه گوتیک ساخته شده، به شیوه ایسکوت ویسکوت، دو تیره جرمنیک هستند، گوتای خاوری، گوتای باختری. گوتای خاوری، گوتای ایسکوت، اون یکی را جرمن ها ویزگوت میگن، از اون ساخته شده. در اونجا تیره سرمت یک شاخه ای از تیره سرمت اوز هست، یا آز یا آزاد هست. یه تیره از اونا خودشون را الان مینامیدن. اونا با گوتا آمیخته شدن و به این اسپانیای امروزی رفتن. استان کاتالونیا استانیست ایرانی از دیدگاه زبانشناسی، نام ایرانی داره، از دیدگاه مردم شناسی هم ایرانیست، برای اینکه الان در اونجا رفته است، نشسته است. نه تنها الان اونجا رفته نشسته، الان با خودش سگش هم برده. امروز یه سگی در اینترنت نگاه کنید، الان اسپانیول. یه سگی هست که یک گاو ورسای بزرگ را میتواند به زمین بیفکند. نه ایرانی، اسپانیا نشسته. با خودشون سگشون هم برده. در اونجا می نشینند ناتالونیا، نامیست ایرانی. خیلی خیلی نام خیلی جالبه که رد پای تیره های ایرانی رو ما چگونه در حرکت تاریخ میتونیم دنبال کنیم، و اینکه اروپایی‌ها خودشون باور دارن که از ریشه و از تبار آریایی هستن، اونا بهتر از ما احتمالاً تمام این ریشه های تاریخی رو بررسی کردن و میدونن. و برای برخی از همیهنان ما متاسفیم که در درون ایران حتی از این مطالب ناآگاهند، و بیشتر برای اون عده‌ای متاسفیم که ایرانی هستن ولی متاسفانه خودشون رو ترک مینامند، یا ایرانی هستن خودشون رو از تبارهای دیگری مینامند و نمیدونن که چه اندازه باید ببالن به اینکه ایرانی هستن. چرا که حتی اروپایی ها که این ریشه ها رو مطالعه کردن و بهتر از ما تاریخ خودشون رو شناختند، خودشون رو آریایی تبار میدونن، و ما هستیم که باید اینو مجدداً، در واقع خود ما ایرانی ها هستیم که باید مجدداً اینا رو بیاموزیم که ما که هستیم. خیلی نکاتی که شما گفتین آقای دکتر جالب بود. حالا آیا شما گفتی که از تیره سرمت ما ردپا داریم که میان در جنوب فرانسه و در اسپانیا هم اینها رو میبینیم، که گفتی که در مجارستان به عنوان مثال ردپا اینها هست. آیا ما در تمام اروپا این تیره های ایرانی رو میبینیم، و آیا به جز سرمت ما تیره دیگه هم از ایرانی ها در اروپا داریم، یا فقط سرمتی ها هستن؟ این تیره‌ای که در کافکاز هست به نام ایرون یا آلان که در کشور ایرستون می نشینن، بسیار شگفت‌انگیزه. شگفت‌انگیزیش این هست، در خصوصا که در کشور ایرستون نیم میلیون از این مردم مانده است. نیم میلیون. انگیزه های بسیار زیادی داره، بسیار بسیار زیاد داره. اما همین تیره سرمد یا تیره
آز یا اوز که آسیا از اون نام است. آسیا یه پسوند ایرانی است. آسیه میگه جای آزها. این تیره بسیار بسیار بزرگ بوده است. بسیار بسیار بزرگ. از بالای هوتنا که خوتن شده است در زبان پهلوی تا زیر سیبریه سراسر این بخشا را باید از اینا بپوشونید تا سیسیل. ببینید چه تیره پهناور بزرگی بوده است. نام های بسیار بسیار دگرگونی هم در این دوران های تاریخ پیدا کردن. برای همین است که گفتم که این تیره تا سیسیل می نشست است. برای همین است که شاهنامه که یادگار اوناست. شاهنامه 90% 95%ش ویژه اوناست. میبینید که ایرانیان ها هستن، همین ایرانی ها. این تیره سرمت است که در سیسیل نبرد میکنن. نام سیسیل در شاهنامه هست، سقیلا یا سقیلا نوشته است. این تیره در این تیره بزرگی است و در سیسیل ما بر جای مانده باستان شناسی داریم. یعنی باستان شناسی سخنان منو گواهی میکنه که در سیسیل ایرانیان می نشستن. من گفتم در هانگریا یعنی مگیارستان، کوههای کارپات یا آرپات که می شود نگهبانان ایرانی به سرابیا، در اونجا ما بر جای مانده های باستانی سکان را داریم. و سکانی که من میگم اونجا بودن یاوه نمیگویم، در اونجا می نشستن و باستان شناسی گواهی میکنه این کار را. این تیره بسیار پهن بوده. از این تیره، تیره رکسالان که اون رخشانه یا رخشنده یا آلان و ایرانیان سپید هست، بخش فرازین اروپا رو می پوشونده. جرمن کنونی، کشور جرمن کنونی بیشترینش از این تیره آلان، از این بخش رکسالانش و سکان فرازین پوشیده شده است. جرمن کنونی دارای استانی هست به نام ساکسونی بالا. این ساکسونی بالا از دیدگاه من که خب دیدگاه های مردم شناسی اروپاییان هست، پوشیده شده از این تیره سرمتی رکسالانی الان سپید پوشیده شده است. همین تا همین امروز هم اینجوری. فرانسه که ازش گفته بود کردیم، یا کشور گل یا گوهر که پادشاه ایرانی از همین تیره در اونجا فرمان روایی کرده است، پادشاهی کرده است. پسرش هم سنگبند در اونجا فرمان روایی کرده در سده پنجم ششم. از دیدگاه مردم شناسی نزدیک 70-80%ش از همین تیره پوشیده شده است. تیره سکه‌ای که از الان رکسالان الان سپید یا از سرمها پوشیده شده است. این تیره میگم کم امروز ازش بر جای مانده، اما در گذر تاریخ دستیابی اینا چون به اسبهای بسیار تنومند زیاد بوده، به اسبهای کاسپیانی، اسب کاسپیانی یک اسب ویژه است و توان بسیار زیادی برای ایستادگی داره. اینا چون از چرم برای نخستین بار این تیره، همین تیره ایرونی یا آلانی، از چرم برای خودشون شلوار درست کردن و سردشون نمیشد روی اسپا، و از چرم برای خودشون کلاه ویژه میترایی درست کردن. اون بالاش کلاهی بود که یه گنبدی مانند داشت که گرما را در اونجا نگه می‌داشت. توانستن با اسب اسوار یا شوال یا شوالیه بشوند و جهان را زیر پی خودشون بگیرن. و برای این است که ساختار مردم شناسی اروپا ایرانی به شمار میاد. دست کم 400 نام ایرانی، 400 جای نام ایرانی در اروپا است. دست کم 400 از این است. این مردم ایرون یا اوستی یا آلانی که امروز در کافکاز می نشینن، زبان خودشون رو بردن، نژاد خودشون رو بردن، فرهنگ خودشون رو بردن، دست پرورده های کشاورزیشون رو بردن. در زمین های کشاورزی می توانیم گفته و کنیم که چه چیزهایی با خودشون پی در پی در اونجاها بردن و گذاشتن. این است که ساختار مردمی کشور فرانسه، جرمن، اکنون گفتم هانگریا، رومانیا که داسشیو بوده است، و داسشیو 10 تیره ایرونیست، 10 تیره ایرونیست، 10 تیره. اگر بخواهید خوب نگاه بکنید باید زبان نوشته های
استرابو را بخوانی. استرابو با این مردم دیدار کرده، گفتگو کرده، اومده در کرمان نشسته، رفته در آتورپاتکان هم نشسته، گفته در کرمان همین زبانی گفتگو میکنن که در آتورپاتکانی که امروز من هستم گفتگو میکنم. در آتورپاتکان رفته، بچه های آتورپات اونجا فرمان روا بودن، شاه بودن، اومده به کرمان، از کرمان که رفته به میانه اروپا، میگه دیدم تیره خارزمی را با تیره کلت آمیخته و یه تیره کلت و سکا خارزمی درست کرده و ما دست ردیابی که میکنیم میبینیم که اینا رفتن در ایرلند نشستن، برای همین هم است که اون نام هنوز نامش ایرلند است. اینو کی گفته بود ببخشید؟ استرابو میگه. استرابو. نسکی داره به نام جئوگرافیاه، جئوگرافیای زمین شناسی، در اونجا گفتگو. استرابو در روم می نشسته، یونانیه و 2000 سال پیش زنده بوده و میگم در هنگام پادشاهی آتروپات در ایران بوده و در کرمان رفته، در کرمانیا، همین گرمان استان ایرانی، در اونجا رفته و میگه خوراکی که در اینجا خوردم، زبانی که در اینجا شنیدم و در بچه های آتروپات هم در آتروپاتکان گفته بودن. این میگه برای همین است که ما نگاه میکنیم به ساخته های کلت که نگاه میکنیم، میگیم که ساخته های کلتی فرتاب گرفته از ساخته های ایرانی است، برای که خوارزمیان و ایرونیان، به ویژه ایرونی های سفید رکسالان، اونا با هم آمدن و با هم که نشستن، با هم که در جاهای نشستن، ساخته های ویژه‌ای که به نام کلتی ساختن، نشانه های ایرانی روش است. برای همین است که ما میدانیم که دبیره رونیک را که سکان می نوشتن با خودشون آوردن، به کلتا یاد دادن و کلتا به گوتا یاد دادن و که گوتا با خودشون در شهرهای گوتنبرگ و اینا سوئد که رفتن نشستن و در جرمن که نشستن، دبیره رونیک در اونجا پا گرفت. دبیره رونیک را سکان از خاور دور با خودشون آوردن، از خاور دور آوردن به میانه اروپا. و ایرانیان بهش راز دبیره میگن، مانی با اون نوشتهش رو به اون نام نوشته، نام دخترش هم راز گذاشته و اهواز نامی از همون برگرفته، پوشیده نام رونیک، نام اهواز از اون نامه. خیلی این مباحث جالب و خیلی هم زیاد و گسترده است. من آقای دکتر از شما میخوام دنباله این جستار بسیار بسیار ارزشمند رو در برنامه بعدی با هم دیگه داشته باشیم. از تمام بینندگان این برنامه ها، به خصوص برنامه هایی که من با جناب دکتر استفاده دارم، خواهش میکنم که اینها روی سی دی به سایرین برسونین. کسانی که ممکن است ماهواره ها نتونن اینها رو ببینن، من روی یوتیوب کانال آرتیمیس علی‌آبادی رو دارم، شما میتونید اونجا سابسکرایب بکنید و هر کدوم از این برنامه ها رو که من اونجا آپلود میکنم میتونید بعداً از روش دانلود کنید و به سایرین برسونید. سپاسگزارم ازتون آقای دکتر. من حتما دنبال این بحث رو برای هفته آینده با شما خواهم داشت. شما رو سپاس به فرهنگ ایران. درود بر شما. خدا نگهدار. Yeah, true.